شبکه خبری CNN به نقل از منابع از درون حکومت جو بایدن گزارش کرده که واشنگتن با اسلام آباد به استفاده از حریم هوایی این کشور برای سازماندهی حمله های هوایی در برابر داعش در افغانستان به توافق رسمی نزدیک شده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع از پاکستان نیز گفته است که در هنگام دیدار مقام‌های آمریکایی از پاکستان در این باره گفتگو شده است. دسی یو حساس موضوع د ټول دنیا د پاره د پاکستان د پاره هم دغه دایښت پاکستان د پاره هم یو خطر دی، افغانستان د پاره هم یو خطر دی، سیمه د پاره هم یو خطر دی. نو د دې هم احتمال شته چې امریکا او پاکستان لیکن اډې ورکول یا زیور کول دا به د پاکستان لپاره مشکل و ده. د صدر اعظم د عمران خان دغه فیصله خلاف به وي چې هغه وایي امریکا سره په جنګ کې نه ملګری کیږي. منابع به شبکه خبری CNN گفتند که پاکستان تمایلش برای امضای توافق نامه در این باره را در بدل کمک به اقدامات ضد هراس افغانی و مدیریت روابط با هند اعلام کرده است. ظاهرا پاکستانی ها هم تمایل نشان دادند که این سند را امضا می کنند، مشروط بر این که در ازای این امضا آمریکا کمک مالی و کمک های دیگری که حالا ممکن است گفتند برای پاکستان انجام بدهند. اما کابل در واکنش به این گفته ها از پیامدهای بد آن هشدار می دهد. ما با شدت مخالف همچو اظهارات هستیم و همچو تصامیم. ما اجازه نخواهد دادیم هر کشوری اگر علیه افغانستان استفاده شود واقع به خوب نخواهدش. ما برشان توصیه میکنیم به تمام کشورهای منطقه و دور نزدیک جنگ در افغانستان با پایان رسیده و جنگ آزموده شد. از سوی هم وزارت خارجه پاکستان توافق این کشور با مقام های آمریکایی از بهر کارگیری از حریم هوایی پاکستان برای انجام حمله هوایی به افغانستان را رد کرده است. این در حال است که پیش از این کابل آمریکا را به نقص حریم هوایی افغانستان متهم کرده بود.